پرسیدن که زمان حق نگهداری مادر چه اندازه است و کی به پدر منتقل می شود؟ تا زمانی که فرزند شیرخواره است، حق نگهداری فرزند با مادره. بعد از اون حق نگهداری با پدره. اما این دین مقدس اسلام نیاز و احتیاجات فرزند رو در نظر گرفته که یک همچین حکم رو صادر کرده، به این معنا که اون مدتی که دست مادر پدر حق نداره بچه‌ش رو ببینه، یا مادر اجازه داره که بچه رو نده به پدر، یا برعکس اون زمانی که افتاد مثلا حق نگهداری با پدر بعد از دوران شیرخواری، مخصوصا پدر بتونه بچه رو مثلا نگه داره و منعش کنه که بخواد ماده، اینا به این معنا نیست. بلکه پدر و مادر، پدر و مادر این فرزند هست، هر دو حق دارن و چون فرزند در اون یکی دو سال اول نیاز به شیر داره، باید پیش مادر باشه. لذا دین مقدس اسلام فهمه که تو این مدت حق نگهداری با مادر، بعد از اون دیگه این ضرورت شیر نیست دیگه، بچه شیر نمیخواد بخوره، بلکه از این به بعد بچه هزینه داره. بچه تا بخواد بزرگ بشه هزینه شاید بیش از بزرگترام هست. اینجا مرد مسئول خانواده است، معمولا منبع درآمده، و دین مقدس اسلام به خاطر اینکه فشاری از این جهت روی زن نباشه، این حق رو به مرد میده تا مرد این بچه رو ببره و هزینه های تربیتی و مسکن، پوشاک، خوراک، همه چیز بده. اما نه به این معناست که او دیگه بتونه منع کنه مادر رو از دیدن فرزندش، یا برعکس در این مدت اولیه مادر منع کنه